سرخط خبرها، ساحات وسیع ولسوالی چارکنت بلخ از وجود طالبان پاکسازی شد. تلفات سنگین طالبان در برابر ارتش افغانستان. ولسوالی خاکریز قندهار به دست طالبان افتاد. و در اخیر عرفهای تند سالی بعد طالبان. به نام خداوند مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که در نتیجه عملیات تصفیه‌ای نیروهای دولتی در روستا در ولسوالی چهارکنت بلخ از وجود طالبان پاکسازی شده است. این وزارت امروز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای گفته است که در جریان این عملیات روستاهای اویبالاق، پرپرات، نواباد، لشکرخاق، پاکبر، خانقا، حویلی، گیروی بالا، گیروی پایین و کوه خواجه سوری ولسوالی چهارکنت از وجود جنگجویان طالبان پاکسازی شده است. اعلامیه افزوده است که در جریان عملیات 55 جنگجوی طالبان کشته و 8 تن دیگر نیز زخمی شدند. این در حالی است که پس از تشدید حملات طالبان در بلخ و سقوط چندین ولسوالی این ولایات و امکان حمله طالبان در شهر مزار شریف، عطا محمد نور، محمد محقق و شمار از اعضای مجلس نمایندگان برای بسیج مردم به بلخ رفتند. در هفته های اخیر حملات جنگجویان طالبان در اکثر ولایات کشور افزایش یافته است. در نتیجه حملات اعضای این گروه ده ها ولسوالی در چندین ولایت سقوط کرده است. تلفات سنگین طالبان در برابر ارتش افغانستان. در یک عملیات نیروهای امنیتی در ولایت بلخ دست کم 55 طالب کشته شده است. با گزارش سپوتنیک وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده است که نیروهای امنیتی و خیزش مردمی علیه طالبان در ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ یک عملیات را اندازی و انجام دادند و همچنان قوای هوایی کشور تجمع دشمن را در قریه تندورک ولسوالی متذکره هدف قرار داد. در نتیجه عملیات این نیروها حدود 55 طالب کشته شدند و 8 تن اعضای دیگر این گروه زخم برداشتند. در خبرنامه وزارت دفاع آمده است در جریان این عملیات قریجات اویبلاق، پرپرات، نواباد، لشکرخاک، پاکبر، خانقا، حویلی، گیروی بالا، گیروی پایین و کوه خواجه سوری ولسوالی چهارکنت از وجود طالبان تروریست پاکسازی گردید. بر اساس این خبرنامه یک قرارگاه و مقادیر زیاد سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی تروریستان طالب نیز تخریب شد. یادآوری میکنیم که در این روزها درگیری ها میان نیروهای دولتی و جنگجویان گروه طالبان شدت پیدا کرده و برخی از ولسوالی ها از کنترل نیروهای دولتی بیرون شده است. ولسوالی خاکریز قندهار به دست طالبان افتاد. منابع محلی در قندهار به خبرگزاری افق میگویند که ولسوالی خاکریز این ولایت به دست جنگجویان طالبان افتاده است. عارف نورزی نماینده مردم قندهار در مجلس نمایندگان به خبرگزاری افق گفت که حوالی ساعت 12 شب گذشته جنگجویان طالبان یک هاموی پر از مواد انفجاری را در نزدیکی یک بازگاه نیروهای ارتش در مربوطات ولسوالی خاکریز این ولایت منفجر کردند. این عضو مجلس نمایندگان افزود که پس از انفجار درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان آغاز شده است. با گفته او در این درگیری شمار از نیروهای مستقر در آخرین بازگاه نیروهای ارتش در ولسوالی خاکریز به دست طالبان اسیر شده و شمار هم کشته و زخمی شدند. نوروزی افزود که با سقوط بازگاه امنیتی جنگجویان طالبان کنترل مرکز این ولسوالی را به دست گرفتند. همزمان گروه طالبان نیز ادعا کرده که جنگجویان این گروه مرکز ولسوالی خاکریز قندهار را تصرف کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که در جریان حمله این گروه شمار از نیروهای دولتی اسیر و تعداد هم کشته و زخمی شدند. مجاهد افزوده است که تمام تجهیزات و مهمات نیروهای دولتی نیز به دست اعضای این گروه افتاده است. گفتنی است که بر اثر تشدید حملات طالبان در هفته‌های اخیر
ده‌ها ولسوالی به دست جنگجویان طالبان افتاده است که از این میان نیروهای دولتی توانستند چندین ولسوالی را از طالبان پس بگیرند. روزانه چندین ولسوالی به دست طالبان می‌افتد. در شمار از موارد نیروهای امنیتی به طور پرسش برانگیز بدون هیچ گونه مقاومت ولسوالی‌ها و پایگاه‌های نظامی را با تجهیزات کامل در اختیار طالبان قرار می‌دهند. با نقل از فیسبوک امرالله سالی، به خاطر شکست دادن گروه طالبان و قرار دادن 100% قوای هوایی در خدمت نیروهای شجاع و با وقار دفاعی و امنیتی کشور، دسترسی افراد غیر نظامی، غیر ضروری و آقازاده ها به تیارات قوای هوایی محدود شده است. این یکی از تصامیم بسیار معقول و مسلکی است که پس از ارزیابی عمیق وضعیت اتخاذ گردیده است. بزرگترین اولویت امروز ما شکست دادن طالب و حمایت همه‌جانبه از نیروهای ماست. در ضمن باید یادآور شوم که در دو سه ساحه مشخص در شهر کابل که کوچه ها و پس کوچه های تنگ و غیر قابل ورود برای موتر وجود دارند، طالبان با استفاده از موترسایکل دست به ترور افراد دولتی زدند. تا مهار ساختن این تهدید استفاده از موترسایکل بجز از رستوران هایی که غذا می رسانند و برایشان کارت خاص داده می شود ممنوع است، این دستور را حرمت بگذارید. مرور بر خبر تازه امروز، ساحات وسیع ولسوالی چهارکنت بلخ از وجود طالبان پاکسازی شد. وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که در نتیجه عملیات تسریعی نیروهای دولتی در روستا در ولسوالی چهارکنت بلخ از وجود طالبان پاکسازی شده است. این وزارت امروز سه‌شنبه در اعلامیه گفته است که در جریان این عملیات روستاهای اویبلاق، پرپرات، نواباد، لشکرقاق، پاکبر، خانقا، حویلی، گیروی بالا و گیروی پایین و کوه خواجه سوری ولسوالی چهارکنت از وجود جنگجویان طالبان پاکسازی شده است. اعلامیه افزوده است که در جریان عملیات 55 جنگجوی طالبان کشته و 8 تن دیگر نیز زخمی شدند. این در حالی است که پس از تشدید عملیات طالبان در بلخ و سقوط چندین ولسوالی این ولایت و امکان حمله طالبان در شهر مزار شریف، عطا محمد نور، محمد محقق و شمار از اعضای مجلس نمایندگان برای بسیج مردم به بلخ رفتند. در هفته های اخیر حملات جنگجویان طالبان در اکثر ولایات کشور افزایش یافته است. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.